سلام. سلام. خودتو برامون معرفی میکنی؟ حمید امیری هستم، شماره دانشجوی 810582102، متولد سال 1363. نظر در مورد ورودیه 82 چیه؟ بچه های ورودی 82 در ابتدایی که ما با هم بودیم و اینو زیاد صمیمیتی نبود، اما الان یه جورایی صمیمیت خیلی بیشتر شد و اگر بخوایم توی خود گروه بررسی کنیم، شاید بگم که ورودی 82 از این دسته از ورودی هایی هستن که واقعا فعاله. یعنی من فکر نمی کنم سال آینده که حالا یک دو سال آینده که بچه های ورودی 82 نباشن کار خاصی توی برنامه فوق برنامه توی دانشگاه انجام بشه. قبل از اینکه بیای دانشگاه، موقعی که انتخاب رشته کردی، متالورژی قبول شدی، راجع به متالورژی چی فکر می‌کردی؟ الان که 4 سال گذشته، نظر در مورد متالورژی چیه؟ خب قبل از اینکه وارد دانشگاه فنی بشیم، شاید زیاد کسی متالورژی رو نشناخته باشه. اصلا کلا همینجوری من انتخاب 20 تا 25 هم متالورژی بود، چون بالاخره اینجوریه که تبلیغات روی رشته‌های دیگه زیاد. تنها باری که متالورژی رو شنیده بودم و صحبت کرده بودم یه روز یکی از معلمان اومد در موردش یه چیزای کوتاه. اما الان بعد از 4 سال میبینم که خیلی رشته قشنگیه. یه سری مشکلاتی داره متاسفانه توی مملکت ما، حالا یا توی نظر علمی و دانشگاهی، اما رشته قشنگیه. حالا اگه برگردی 4 سال پیش، حاضری این رشته رو انتخاب اولت بزنی یا نه؟ اگر توی فنی بخوام کار کنم دانشگاه، آره متالورژی انتخاب کنم. انتخاب اولت میزنی متالورژی؟ نه، انتخاب اولو میزنم عمران، بعد متالورژی. بعد متالورژی، خیلی خوب. نظر در مورد گروه چیه؟ حالا همه چیش دیگه، هر چی که تو ذهنت میاد. ببینید، من در مورد ورودی های 82 بچه ها گفتم که یه صمیمیتی بین بچه ها هست، اما اگر با همینو بیاریم از بالا بهش نگاه کنیم، این صمیمیت هم بین میره. یکی از مشکلات گروه ما مشکلی که بین ارتباط بین دانشجو و اساتید وجود داره. ما اون صمیمیتی که باید داشته باشیم رو نداریم. یعنی به نظر من شاید توی محیط دانشگاهی استاد وقتی یک دانشجوی متالورژی رو میبینه، این یه غریبه ها رد و بدل میشه و سلام جوابش. این مشکل متالورژی، اگر اون روابط از بین بره، اون روابط صمیمانه حاکم بشه، اون روابط از بین بره، فکر کنم خیلی گروه تکی خواهیم داشت. اگه توی درسایی که تا حالا خوندی بخوای برگردی یه نگاه بندازی، چه درسی رو خودت بیشتر از همه خوشت اومد؟ بعد فکر میکنی چه درسی هست که یه مهندس متالورژی حتما باید بلد باشه، اگه نباشه انگار یه آدم بی‌سواد؟ بیشتر خب با اون درسی خودم بیشتر صفا میکردم، به قول معروف، که در مورد متالورژی بیشتر بدونم. قاعدتا عملیات حرارتی اینجا. خب حالا فکر کنید چه درسی رو یه مهندس حتما باید بلد باشه؟ به نظر من مجموعه عوامل مجموعه دروسه. مثلا عملیات حرارتی خب خوبه تو اطلاعاتی بتونی در موردش داشته باشی، یا ما چون در مورد فلزات و اینا هستیم، شکل دادن فلزات و قبلش خواص مکانیکی رو خوب باید بلد باشی، که متاسفانه اینجوری نیست. برنامه در آینده چیه؟ ادامه تحصیل میدی یا کار میکنی؟ تصمیم بر ادامه تحصیل، چون هنوز تصمیم برای کار نگرفتم. حالا اگه بخوای کار کنی، تو متالورژی کار میکنی یا نه؟ نه، هیچ لزومی نداره. یعنی اصلا ممکن کار آیندت هیچ ربطی به متالورژی هم نداشته؟ ممکنه هیچ ربطی هم نداشته باشه. هیچ ربطی هم نداشته. شیرینکاری بلدی؟ شیرینکاری نه، فقط شاید هنرم این باشه که توی جمع خوب جوک میگه. خب این که همین بزدر البته همین میدونم. خاطره ای، چیز قشنگی که فکر کنی الان بتونی برای ما بگی، تو ذهنت هست که جالب باشه به نظرت؟ خاطره بیشتر اگر اینجوری آدم بگه شاید داره لوس و بی‌نمک باشه، اون وقتی بچه‌ها که با هم هستن تو اون جو بودن، بر اونجا تعریف شد، یه نفر این علی برادرها شروع می‌کنه بلند بلند خندیدن، این خیلی میتونه روی خاطره و شیرین بودن خاطره تاثیر بذاره. اما یه خاطره قشنگی که وجود داره در مورد محمد علی امانی. محمد علی امانی داستان زندگیش داستان سریال کمدی بود، خیلی خاطراتی ازش میگه که خاطراتش خوبه. اما محمد علی خیلی بچه خوبی و توکلش بسیار بالاست. این توکلی که داره خیلی کمکش کرده تو اونو میگرفتن. انجماد داشتن، به علی برادر گفته بود اون جزوه انجماد رو بدید به من. علی برادر اینو میان ترم جزوه انجماد رو کپی گرفته بودن و فقط تا میان ترمش رو داده بودن به محمد علی امانی. محمد علی امانی فکر کرده این کل جزوه است، برای همین برای میان ترم نصف اون جزوه رو خونده بود، یعنی نصف یه چهارمش. پایان ترم هم گفته بود که خب من کل
بعدم شد ده. اگر کل جزء بهش میرسی قاعدتا 20. یه چیز دیگه که هست، حالا یه سوالی که از همه میپرسیم ببینیم نظرتشون راجع به این حرفی که میزنن چیه. اگه یه روز مثلا حالا تو کار حالا نه حتما تو زمینه متالورژی باشه، خوردی به یه 80ی کارش گیر کرده تو هم سمتت اونجا یه جوری بود که یعنی دیگه رسما کار طرفو 100% راه انداختی، حاضر بودی واسه بچهای 80 پارتی بازی کنی یا نه؟ ببینید آخه اصلا اهل پارتی بازی هستی؟ اهل پارتی بازی توی زمینه کاری اگر جوری باشه که مثلا یه صفحه بلند مدت باشه، یه زمان بلندی باشه و یه صفحه بلندی باشه برای اینکه طرف بیاد برای یه کاری انجام بده، زیاد حق و حقوقی کسی ضایع نشه این کارو میکنه. پارتی بازی میکنی پس یا نه؟ اینو بگو. آره اگر بگم نمیکنم دروغ گفتم. پس پارتی بازی میکنی. خیلی خوب. حرف آخر چیه برای بازی؟ حرف آخرم شاید فیلمی کردم ببینیم حالا ضبط کنیم امروز. ده خرداد 86 بعد امتحان سینتیک، بعد امتحان سینتیک ساعت هم 10:11 پنج شنبه. شاید الان حالیمون نباشه که داره چه اتفاقایی میفته، اما اگر همین امروز عکس دیروز رو نگاه کنی میفهمیم که دیروز گذشت. شاید الان یکی از همینهایی که الان پای تلویزیون نشستی و پای کامپیوتر نشسته و تصویر من رو میبینی و تصویر بچه‌ای که قبل من بوده و بچه‌ای که بعد من میاد 10 سال 15 سال از این روز گذشته باشه. من میگم که حالا اگر نزدیک داریم میبینیم سعی کنیم که لحظات عمرمون رو قدر بدونیم و اینکه بتونیم استفاده کنیم. برای همه دوستانم هم از جمله خود شما آرزو موفقیت و شادابی دارم و امیدوارم که همیشه شاد باشید و توی درس و کار و زندگی موفق در آینده میبینیمتون. شاید ببینیم که یک کلفه های ما قضیر شده بودی پیشش چیزی بود. خیلی مرسی، متشکرم که مصاحبه کردید.